150 صحابی ساختگی، کتاب جنجالی تاریخ اسلام. سلام دوستان، به چنل خودتون یعنی سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. تاریخ اسلام به عنوان یکی از مهمترین و جنجالی ترین بخش‌های تاریخ شناخته میشه. مثل هر موضوع و شاخه تاریخی دیگه، تاریخ اسلام هم دست خوش تحریف‌های گوناگونی شده و در رابطه با این موضوع تا کنون کتاب‌های مختلفی تألیف شده. یکی از جنجالی ترین و مفید ترین کتاب‌های بررسی تاریخ اسلام که شخصاً مطالعه اون برام بسیار جذاب بود و قصد داشتم از مدت‌ها پیش در یک پادکست به صورت مفصل درباره این کتاب باهاتون صحبت کنم، کتاب 150 صحابی ساختگیه. ما قراره در این پادکست به صورت مفصل درباره مطالب و محتوای این کتاب صحبت کنیم، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. 150 صحابی ساختگی، به عربی خمسونه و مئه صحابی مختلق، نوشته نویسنده شیعه سید مرتضی عسکری در 4 جلد که به بررسی 150 شخصیت می‌پردازد که در طول تاریخ به عنوان صحابی مطرح شدند اما هیچ وقت وجود خارجی نداشتند. نکته جالبی که درباره این کتاب وجود داره، توجه چهره‌های مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی نسبت به محتواهای این کتابه که در تمام جلدهای این کتاب این مسئله مشهوده. برای نمونه، جلد اول کتاب با درج نامه مستشرق معروف جیمز رابسون و 2 مقدمه از مترجم و خود مؤلف آغاز شده. در ابتدای جلد دوم پس از مقدمه مترجم، 2 نامه از شیخ محمد سعید دهدوه و تلخیصی جامع به قلم متفکر لبنانی رشاد دارقوس و مقدمه مؤلف ارائه شده. در ابتدای جلد سوم هم مقدمه ناشر و مترجم و همچنین مقدمه نویسنده عراقی جعفر الخلیلی و در ابتدای جلد پایانی هم مقدمه هادی علوی به عنوان مقدمه ذکر شده. نویسنده در هر جلد از کتاب به صورت مفصل تعدادی از صحابه رو مورد بحث و بررسی قرار داده. شیوه بحث در این کتاب بدین ترتیبه که ابتدا اون صحابی از زبان مورخانی مانند ابن حجر و یا طبری معرفی و سپس مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در انتهای نقد از هر شخصیت هم منابع و مدارک مورد استفاده توسط سید مرتضی عسکری هم ذکر شده. این کتاب با دقت بسیاری نوشته شده و بحث‌های بسیار قانع کننده‌ای هم درباره غیر قابل اعتماد بودن روایات سیف ابن عمر از مورخان نسل اول اسلام بیان کرده. این در حالیه که نویسندگان و مورخان نامداری مانند ابن جریر طبری اخبار و گزارش‌های سیف رو به صورت مفصل در آثار خود منعکس کردند. 2 کتاب سیف یعنی فتوح و جمل هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده بیان بشه که مطالب اونها و نوشته نویسندگان بعدی که به مطالب این 2 کتاب متکی بودند غیر قابل اعتماده. این اثر به عقیده شخصی من یکی از ارزشمندترین تحقیقات و بررسی هایی که با دقت فراوان و کیفیت انتقادی قابل قبولی صورت گرفته. در این قسمت به صورت مفصل محتوای این کتاب و هر 4 جلد رو مورد بررسی قرار میدیم، پس تا پایان پادکست با من همراه باشید. ابتدای کتاب به این صورت آغاز میشه که به گزارش نویسنده سید مرتضی عسکری، بعد از درگذشت محمد، صحابی وی عهده‌دار رساندن سنت پیامبر اسلام به مسلمانان شدند و به همین دلیل اهمیت نقش و جایگاه صحابه در بین مسلمانان دوچندان شد.
در این میان نفوذی هایی که جزء اصحاب وی بودند و همچنین عده ای از یهودیان، مسیحیان و مانویان که خود را در صفوف مسلمانان جا زده بودند از این فرصت استفاده کرده و جهت پریشان کردن افکار و عقاید مسلمانان و ایجاد تحریف در دین اسلام به فعالیت پرداختند. عده‌ای با جعل حدیث برجسته ترین اصحاب پیامبر اسلام رو افرادی پلید و اخلالگر و دشمن ترین اونها به اسلام رو پاک و منزه جلوه دادند. در این میان گروهی هم اسرائیلیات خود رو به زبان روایات محمد پیامبر اسلام بین مسلمانان ترویج کردند. به گفته نویسنده در این میان هم مورخانی مثل سیف ابن عمر تمیمی مانوی مذهب هم با انتشار دروغ‌ها و افسانه‌هایی در درک حقایق ایجاد شک و شبهه کردند و در عقاید مسلمانان اختلاف و تفرقه انداختند و سنت محمد رو وارونه جلوه دادند. جلد اول این کتاب در 4 بخش تنظیم شده که بخش اول اون به مقدمه مترجم و مؤلف اختصاص پیدا کرده. بخش دوم که پیریزی و طرح مطالب کلی کتابه به شخصیت سیف، دین و آیین وی و دیگر همکیشانش که مانوی مذهب بودن پرداخته و موضوعاتی با این عناوین طرح شده. سیف خطرناکترین زندیق، ریشه های تعصب و نشانه های آن، نخستین نشانه تعصب، دومین نشانه تعصب، سیف ابن عمر قهرمان حدیث سازی، تحریفات سیف، مدارکی که از سیف نقل حدیث کردند، علل انتشار احادیث سیف و همکامی با زندیق ها. از اینجای کتاب یعنی بخش سوم به بعد یک به یک شخصیت هایی که سیف ابن عمر اونها رو پرورش داده مورد ارزیابی قرار میگیره. ابتدا قعقاع ابن عمرو، نسب وی، احادیثش و حضورش در ادوار و جنگ های مختلف ذکر شده و درباره روایت های سیف و غیر سیف از جنگ جمل و مقایسه این دو روایت با هم بحثی مفصل صورت گرفته. در پایان این فصل هم سلسله راویان احادیث سیف و کسانی که سیف ابن عمر از اونها روایت کرده و افرادی که از سیف روایت کردند ذکر شدند. در بخش آخر یعنی 4 این جلد هم عاصم ابن عمرو تمیمی دیگر شخصیت پرداخته شده سیف بررسی میشه و حضور وی در عرصه ها، نبرد ها و موقعیت های مختلف تاریخی زیر ذره‌بین نویسنده قرار میگیره و این جلد با جمع‌بندی در این موضوع به پایان میرسه. به طور خلاصه مرتضی عسکری در جلد اول کتاب خود 39 تن از 150 صحابی دروغین سیف که سالها و قرنها خود رو پشت نقاب حق و وجود عینی پنهان کرده بودند و وجودشون غیر قابل انکار بود شناسایی و معرفی میشه که تعداد 20 تن از این صحابه های افسانه‌ای از خانواده تمیم یعنی از خیشاوندان و بستگان نزدیک سیف هستند. مؤلف برای هر یک از اونها فصلی جداگانه اختصاص داده و با دقت و روشی علمی پیرامون اونها به بحث و تحقیق پرداخته و سپس با مقایسه و مقابله سخنان سیف در زمینه اونها و سخنان دیگر مورخین با دلایل قاطع و غیر قابل انکار افسانه بودن و خیالی بودن تک تک این شخصیت ها رو ثابت کرده. در جلد دوم و در ادامه بحث جلد نخست دیگر شخصیت های ساختگی سیف از جمله اسود ابن قطبه، ابو مفزر تمیمی، نافع ابن اسود، عفیف ابن منذر و عت ابن ابیعت مورد بحث و بررسی و نقد قرار گرفته و نویسنده ثابت میکنه هیچ کدوم از این کاراکترها وجود خارجی نداشتند و صرفاً ساخته و پرداخته ذهن سیف بودند تا از زبان این شخصیت‌های ساختگی عقاید شخصی سیف منتشر بشه. در جلد سوم پس از مباحثی در موضوع تحریف،
تحریف شدن تورات و مسون بودن قرآن از تحریف به عقیده مرتضی عسکری 29 صحابی ساخته شده دیگه نامشون ذکر شده که از اون جمله میشه به عبدت ابن قرط تمیمی، عبدالله ابن حکیم زبی و عبیدالله ابن سور قوسی اشاره کرد. در جلد چهارم و جلد پایانی کتاب 150 صحابی ساختگی، سید مرتضی عسکری قاعده و پارامترهایی رو که برای شناخت اصحاب داشته رو ارائه داده و باقی اصحاب ساختگی از سوی سیف رو برمی‌شمره که از اون جمله این افراد هستند: بشر ابن عبدالله، مالک ابن ربیعه تیمی، حزهاز ابن عمرو اجلی، حمیزة ابن نعمان بارقی، جابر اسدی، عثمان ابن ربیعه ثقفی، سواد ابن مالک تمیمی و حمال ابن مالک. کتاب 150 صحابی ساختگی سرانجام با عناوینی مثل اسلام پدر روحانی ندارد، داستانهای سیف را چه بنامیم، نمونه هایی از داستانهای سیف و واژه افسانه برای داستانهای سیف مناسب است به پایان میرسه. در انتهای هر جلد از کتاب فهرست های فنی اعم از فهرست اعلام، امت ها و ملت ها، ملل و نحل، اسامی مؤلفین و نویسندگان، اماکن جغرافیایی، منابع و مدارک و فهرست موضوعات به صورت مفصل و مشروح ذکر شده. این کتاب یکی از مهمترین آثار انتقادی معاصر در تاریخ اسلامه که مطالعه اون علاوه بر دریافت مطالبش میتونه ما رو با سطح عجیب جعلیات و تحریف در تاریخ اسلام هم به خوبی آشنا کنه. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این پادکست خوشتون اومد حمایت یادتون نره و ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.